سخت خبر. سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت. پایان کشمکش انتخاباتی یا آغاز بحران؟ اشرف غنی و عبدالله همزمان مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری برگزار کردند. در گذشته 43 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران. قوه قضاییه به 70,000 زندانی مرخصی می‌دهد. افت شدید قیمت نفت در پی تصمیم عربستان برای افزایش تولید. ارزش سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. و کاهش بی سابقه شیوع کرونا در چین و افزایش چشمگیر آن در اروپا. دولت بریتانیا نشست اضطراری برگزار می‌کند. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. حدود 3 هفته بعد از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان، 2 نفر در 2 کاخ مجاور خود را رئیس جمهوری اعلام کردند. اشرف غنی در ارگ و عبدالله در کاخ سپیدار. زمان خلیزاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان و ژنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و شماری از هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف اشرف غنی شرکت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده انتخابات جنجالی اعلام کرد، ولی عبدالله و حامیانش میگویند این نتیجه را به دلیل تقلب گسترده نمیپذیرند. اشرف غنی میگوید با مراسم تحلیف امروز تکلیف رهبری سیاسی افغانستان روشن شده و او آماده است وارد مرحله تازه شود. روز جدایی ها و سلیقه ها گذشته است. امروز روز وصل است. امروز روز اتحاد است. امروز روز است که ما باید با آینده و آسایش ملت خیش فکر کنیم. امروز روز است که باید تمام نیرو و توان خیش را برای کم ساختن غم مردم، مخصوصا محرومترین اقشار جامعه ما، بسیج سازیم. امروز روز است که باید تولد حکومت انتخابی برآمده از دل قانون اساسی را پاسداری و حمایت نماییم. محمد اشرف غنی بود، اما عبدالله هم که امروز مراسم تحلیف برگزار کرد گفت ریاست جمهوری اشرف غنی رو نمیپذیره و دولت او آماده است تا فصل دیگر رو در افغانستان رهبری کنه، از جمله وارد گفتگو با گروه طالبان بشه. البته آقای عبدالله امکان مذاکره رو هم مطرح کرد. او همچنین گفت که 5 سال پیش به مصلحت تن داد، اما در این دوره وضعیت متفاوت است. اگر در سال 2014 به هدف ثبات و وحدت ملی تن به مصلحت نمیدادیم، کشور به بحران میرفت. اما اکنون موضوع کاملا برعکس است. اگر این بار تحت هر نام نتیجه تقلب را میپذیرفتیم، فاتحه دموکراسی در افغانستان باید خوانده میشد و این به مصلحت کشور نبود. تاریخ ورق خورده است. مطمئن باشید که در این صفحه جدید خواست و اراده مردم به یاری خداوند بزرگ تعیین کننده است. اکنون ما در موقعیت ایستاده ایم که نقطه عطف تازه را در تاریخ معاصر کشور رقم بزنیم و دولتی برخواسته از آرای مردم و مبتنی بر ارزش‌ها، خواست‌ها و نیازهای واقعی مردم و جامعه من ایجاد کنیم. نسرین نبا خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. حالا نسرین، شرایط عجیبی بود که در شرایطی که هر دو نامزد انتخاباتی و حالا آقای اشرف غنی و عبدالله همزمان با هم مراسم تحلیف برگزار کردند، از آخرین ها برامون بگو، از آخرین واکنش ها. تازه ترین موضوع اینه که امروز چند راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری پرتاب شد و همین چند لحظه پیش داعش مسئولیتش را گرفت.
و وزارت داخلی افغانستان هم اعلام کرده که 4 راکت از یک خودرویی که در او جاسازی شده بوده سیستم در ناحیه 4 کابل شلیک شده بوده و گفته که به شهرداری کابل، به دیوار هتل کابل سرینا، به مکتب یا مدرسه استقلال، به این جاها اصابت کرد، جایی که خیلی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری هست و ما هم اونجا بودیم و صدا خیلی بلند بود. تازه ها همین هست و در کنار این آقای عبدالله که معترض نتیجه انتخابات از طرف کمیسیون انتخابات بود و نتیجه انتخابات را قبول نکرد و امروز همزمان یک مراسم تحلیف که مراسم سوگند در قصر سپیدار برگزار کرده بود، پیشتر یک ویدیو نشر کردن که نشان میده که آقای عبدالله معاونان خودش را برده به قصر صدارت و یک مراسم معرفی را انجام داده. و آیا در طول چند روز گذشته، خب بارها صحبت از میانجیگری بوده، زلمای خلیزاد در کابل هست و امروز در مراسم تحلیف اشرف غنی شرکت کرد، هیچ نشانه‌ای به چشم میخوره از اینکه آقای عبدالله بخواد قبول بکنه راه حلی برای خروج از این بنبست رو؟ آقای عبدالله امروز حتی پس از سوگند یاد کردن هم در سخنرانیش گفت که خودش رو به عنوان رئیس جمهور همه شمول اعلام کرد، اما گفت که درهای مذاکره هنوز باز هست و همونطور که قبلا هم داشتیم، آقای خلیلزاد تا ساعتی قبل از شروع مراسم سوگند در حال مذاکره بود بین ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار آقای عبدالله و اشرف غنی که امروز نتیجه نداد. دیشب بارها اینا پشت درهای بسته مذاکره داشتن، ولی به نظر میرسه که هنوز هم راه‌های مذاکره بین هر دو طرف باز هست. مقامات بین المللی در جستجوی ای هستن که بتونن راهی پیدا بکنن، پیشنهادی باشه که برای هر دو طرف قابل قبول باشه. امروز هم بارها شنیدیم که به آقای اشرف غنی و آقای عبدالله 40% قدرت را و باقی ماندن به عنوان رئیس اجرایی را پیشنهاد داده بود، اما گفته میشه که آقای عبدالله قبول نکرده و 60% قدرت و یک سهم بیشتری میخواد. پیشتر هم یکی از اعضای تیم دولت ساز گفتن که ما به آقای عبدالله پیشنهاد دادیم که در دولت سهم داشته باشه، اما نه در سطح رهبری، و بعضی وزارت‌ها مثل وزارت خارجه و وزارت مالیه را برای او در نظر گرفتن، ولی تا حالا مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده. هر دو مراسم سوگند امروز برگزار شد، ولی به نظر میرسه که راه باز هست و آقای زلمه خلیلزاد همچنان در تلاش این هست که بتوانن به یک توافق برسن و یک رئیس جمهور برای افغانستان اعلام بشه. ممنونم از نسرین نوا همکارم از کابل با ما. اما در این حال همکارم در تلاش هستن که با یکی از اعضای ستاد انتخاباتی عبدالله از کابل هم ما صحبت بکنیم. به محض اینکه اون مصاحبه هم آماده بشه اون رو انجام خواهیم داد، اما اجازه بدید پیش بریم جشنواره فیلم برلین یا برلیناله. به تصمیم قوه قضاییه ایران برای زندانی کردن محمد رسولوف فیلمساز ایرانی اعتراض کرد. این جشنواره با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده که به آزادی بیان و آزادی در هنر متعهد است و تنبیه شدید یک فیلمساز به علت فعالیت هنریش را شوکه کننده می‌داند. دادگاه انقلاب آقای رسولوف را به اتهام فعالیت علیه نظام و امنیت ملی به 1 حبس و 2 محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده. فیلم تازه محمد رسولوف به نام شیطان وجود ندارد برنده خرس طلای جشنواره برلین شد. در ایران از دیروز دست کم 43 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. به گفته وزارت بهداشت همچنین حدود 600 نفر دیگر مبتلا به این ویروس شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان به بیش از 7000 نفر رسیده. البته حدود 1/3 آنها بهبود یافتند. فرین عاصمی از تازه ترین وضعیت در ایران گزارش می‌دهد. با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و به لحاظ جلوگیری از ابتلا به این ویروس، این تصویری است که این روزها در شهرهای مختلف زیاد دیده می شود. هشدار درباره ماندن در خانه. حتی امکان جز در موارد ضروری از منازل خارج نشوید. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا به حال در این کشور 7161 نفر به کرونا مبتلا شدند. 237 نفر جان خود را از دست دادند و 2394 نفر بهبود پیدا کردند.
گزارش‌های غیررسمی و گفته‌های مقام‌ها و نمایندگان محلی به ویژه در استان‌های شمالی ایران مبتلایان را بیشتر از اینها اعلام کردند. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی هم بر اثر کرونا درگذشت. محمد رضا راهچمنی، نماینده سابق مجلس از دوره دوم تا پنجم از حوزه انتخابیه سبزوار و مؤسس حزب همبستگی. او از سال 80 تا 84 رئیس سازمان بهزیستی ایران بود. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران هم به کرونا مبتلا شده. او در خانه در قرنطینه است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه هم در بیمارستان بقیت الله بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته. از چند روز پیش استان‌های گیلان و مازندران وضعیت اضطراری دارند. محمد میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری ایران گفته کمبود لوازم حفاظتی مانند دستکش، ماسک و گان در بیمارستان‌های شمال کشور نگران کننده است و پرستاران و کادر درمانی با سختی زیاد از بیماران مراقبت می‌کنند. حالا فرماندار اصلویه در استان جنوبی بوشهر هم می‌گوید این شهرستان وضعیت عادی ندارد و شرکت‌هایی که در مرحله پروژه هستند باید تعطیل شوند و گردشگران به اصلویه نیایند. اما بعضی همچنان هشدارها را جدی نگرفتند. اینجا در کرمانشاه با توجه به وضعیت قرمز کرونا و کرمانشاه همچنان مردم دارن هزاران هزار نفر در بازار مسکن میان بیرون. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران سه مرکز پخش ویروس کرونا را معرفی کرده. با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات عمل و نقل و پرداخت حضوری و غیره، آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیوع به این جنبندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این میان ترس از ابتلا به کرونا باعث شده بعضی به خوردن الکل صنعتی روی بیاورند. در اهواز 20 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. 218 مورد مسمومیت هم در این شهر گزارش شده. معاون دادستان کرج هم گفته تا به حال 7 نفر بر اثر نوشیدن الکل تقلبی در استان البرز جان باختند. به دلیل شیوع کرونا در ایران، رئیس قوه قضایی از دادن مرخصی به حدود 70 هزار زندانی خبر داده و گفته ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود، با اولویت کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند باید ادامه یابد. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در بند هستند و خبری از آزادی آنها نیست. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت از مالمو در سوئد با ما هست. خانم مطلبی، شرایط جالبیه در شرایطی که مردم بیشتر دارن از ابتلا به این ویروس کرونا جانشون رو از دست میدن، هستن کسانی که به دلیل مسمومیت الکلی، یعنی تعداد کسانی که به دلیل مسمومیت الکل در چند روز گذشته جانشون از دست داده هم کم نبوده. فکر میکنین چرا جمعیت داره، مردم دارن به سمت روش‌های عجیبی برای از بین بردن این ویروس در بدن خودشون میرن؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، واقعا متاسفم که ما همه تو این شرایط قرار گرفتیم. اول باید بگم که ما همه واقعا اینجا همدردیم و تمام تقلامون رو میکنیم که حداقل باتونیم اطلاعات رو برسونیم به بینندگان، به جمعیت ایران. عرضم به خدمتتون این که یه مشکلی که وجود داره در فقدان آموزش سیستماتیکه. در واقع متولیش باید دولت باشه و دولت باید اصلا یه بخش مهمی از برنامه‌هاشو به طور منظم اختصاص بده به اینی که به بایدها و نبایدها به مردم، دقیقا همون الگویی که چین پیاده کرد. یعنی از جمله این که چین موفق‌ترین در واقع توی تاریخچه مقابله با اپیدمیا، چین بهترین عمل کرد و در تاریخ اپیدمیا داشته و ما باید همون الگو رو اگه بتونیم پیاده بکنیم قطعا موفق‌تر خواهیم بود تا شرایط فعلی. برای همینه که اطلاعات به صورت افواهی بین مردم گسترش پیدا میکنه و چون اغلب هم درست نیست و متاسفانه مقدار زیادی از اطلاعات غلط هم بینابین منتشر شده که خیلی مشکل آفرین شده. الان یه بخشی از هموغم ما پزشکای داخل و خارج از ایران اینه که اطلاعات غلط رو شناسایی کنیم و اینا رو با از طریق سوشال مدیا به روش‌های مختلف به مردم گوشزد کنیم که این اطلاعات غلطه و این اطلاعات درسته. میتونیم یه مثالی بزنیم؟
مثلا از یکی از مواردی که به جز همین مورد الکل که بعدن اسپری میکنن رو بعدن یا میخورن فکر میکنن که این ویروس از بین میبره که اصلا همچین کاری نمیکنه، یه موردی که خیلی چالش برانگیز شده بود برای ما مسئله ویتامین سی بود. ویتامین سی رو در یه منبعی کاملا به خاطر یه اشتباه لپی افتاده بود تو لیست کارهایی که نباید انجام داد، یا کار منظورشون بوده که بگن که این تأثیری نداره، یعنی مانع ابتلا نمیشه، ولی افتاده بود تو لیستی که ممکنه مضر باشه. ما 3 روز مکاتبه کردیم با اون منبع رسمی که تونستن اون ویتامین سی رو از اون لیست که اشتباه رفته بود اونجا در بیارن. بعد یه جریان یا شایع بزرگی افتاده بود که حتی تو جامعه پزشکی هم دور می‌زد، یعنی متاسفانه بعضی از همکارا اومده بودن توجیهایی می‌کردن که چرا ویتامین سی ضرر داره، در حالی که ما هرچی بهشون میگفتیم شما یک مقاله بیارید که ثابت بکنه که ویتامین سی ضرر داره، نمیتونستن بیارن. ولی خیلی سخت طول کشید که ما حتی بتونیم بخشی از جامعه پزشکی رو اقناع بدیم. آخر وزارت بهداشت خوشبختانه اومد خیلی واضح روشن گفتش که ویتامین سی باید مصرف بشه، چون نقشش توی تقویت سیستم ایمنی یه اصل ثابت شده است از حداقل 50-60 ساله که همه یه بخش مهمی از دانش، یعنی همه میدونن که ویتامین سی موجب تقویت سیستم ایمنیه. از جمله موارد دیگه هم مثلا الان پادکستی اومده بیرون که درش میگه که زینک مصرف نکنید، چون این ویروس اتصالاش با بدن از طریق زینک، یا آهن مصرف نکنید، در حالی که دقیقاً برعکسه. یعنی ما مقالاتی داریم که به صراحت توش ذکر کرده که مصرف زینک و خوبه برای مقابله با بیماری، نه اینکه مانع ابتلا بشه ولی سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. یعنی اگه کسی ضعف نقص میزان زینک داره حتما باید مصرف بکنه، ولی خب همه اینها باید توی دوز مجاز و توسط پزشک تجویز بشه، به هیچ عنوان مصرف سرخود اینها هم صلاح نیست، یعنی هم بیش از حد مصرف کردنشون هم باعث مسمومیت میشه. ممنونم از شما دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، یکی از اعضای تیم عبدالله نور رحمان اخلاقی با ما هست الان از کابل. آقای اخلاقی، در شرایطی آقای عبدالله هم در واقع سوگند ریاست جمهوری یاد کردند که در کاخ کنار او اکثر نماینده های قانونی کشورهای جهان و همینطور سازمان های قانونی خود افغانستان حضور داشتند. به لحاظ قانونی به نظر میرسه که از همه طرف آقای غنی رو به عنوان ریاست جمهوری میشه معرفی کرد و در جامعه جهانی هم او رو به عنوان ریاست جمهوری میشناسن. شما چرا فکر میکنید آقای عبدالله چنین تصمیمی رو گرفت؟ شما میدانید که از نظر قانونی یک تسلسل قانونی برای مشروعیت بخشیدن انتخابات نیاز است که او تسلسل قانونی در عهد انتخابات، در مرحله شمارش و در نظر نگرفتن بحث شکایات انتخاباتی شکسته شد و از اونجا این مشکل پیش آمد. دیگه بنظر مشروعیت انتخابات حضوری کسی یا نهادی نمیتونه که او نقیصه را رفع کنه و او یک نقیصه جدی و یک مشکلی جدی بود که مشکلی در برابر مشروعیت بود. ما هم کشورهای دوست در یک تنگنا قرار ندادیم و در زمینه تلاشی صورت نگرفت برای اینکه برای ما روابط کلان افغانستان با اهمیت بود. بعضی کشورهای بودند که در مراسم تحلیف رئیس دولت یمن شمول آقای عبدالله هم حضور داشتند. ولی واقعا فکر میکنید به لحاظ قانونی اقدام آقای عبدالله صحیحه؟ در این مرحله رسید که قانون پاسخگو نبود، اما با روح قانونی اساسی، چون برنده انتخابات ما بودیم، این در تطابق است. در حالی که اگر بحث با جزئیات قانون رعایت شود، آقای غنی هم حق نداشت که با نقض قانون اقدام به این مسئله بکند.
البته کمیسیون مستقل انتخابات غیر از این میگه، اما سوال دیگه که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که آقای عبدالله گفته که با وجود اینکه خودش رو امروز به عنوان رئیس جمهوری او هم مراسم تحلیفی برای خودش برگزار کرده، گفته هنوز آماده است مذاکره بکنه. چه مذاکره‌ای با توجه به شرایط کنید؟ ما پیش از اینم تمامی راه‌های که میتونست به آوردن انتخابات در مسیر درستش بیانجامه همش تلاش کردیم پیش برویم، اما متاسفانه طرف مقابل تمکین نکرد. حالا ما ابو رقمی که آقای عبدالله عبدالله رئیس دولت مشمول گفتن، ما آماده هستیم برای این مذاکره، برای که در یک مرحله هستیم که باید یک انتقال اساسی صورت بگیره و این باید بدون تنش باشه. اون طرف یک کسی آمده تقلب سازمان داده و تقلبی سازمان یافته یک خیانت بزرگ است در افغانستان، به اساس قوانین از وقتی از طرف رئیس جمهور صورت بگیره خیانت ملی پنداشته میشه. ما آماده هستیم که بدون تنش و در یک حالت آرامتر این مسئله صورت بگیره. یعنی دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟ آقای عبدالله دقیقاً چه میخواد الان؟ شما میدونین که در این مرحله نیاز است که انتقال صلاحیت صورت بگیره و این بدون مذاکره نمیشه. و در مسائل دیگه هم که جامعه جهانی تلاش داشت و فرصت گفتگو باشه ما آماده هستیم، اما اصل موردی که گفته شده مرتبط به عمیق قضیه است که ممکن نیست که در یک کشور دو رئیس جمهور باشه. برای که انتقال صلاحیت صورت بگیره به مذاکرات نیاز است که ما آمادگی ما را اظهار کردیم، امیدوارم طرف مقابل هم آمادگیش اظهار بکنه و ای از یک طریقی مسالمت آمیز حل شود. ممنون از شما. نور رحمان اخلاقی، عضو تیم عبدالله عبدالله از کابل. قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش 30% رو تجربه کرده، کاهشی که از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی بی سابقه بوده. در پی سقوط قیمت نفت، ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا و اروپا هم به شدت افت کرد. بیشترین کاهش قیمت برای سهام شرکت‌های بزرگ نفتی رخ داد. ارزش سهام بعضی از آنها مانند بی پی و شل حدود 15% پایین رفت. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. از اینجا یعنی توشو یا همان بازار بورس توکیو در شرق آسیا تا اینجا بازار بورس لندن در غرب اروپا، روزی رقم خورد که بعضی از همین حالا نامش را گذاشتند دوشنبه سیاه، روزی که میلیاردها دلار از ارزش بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کاسته شد و فضایی از ترس و نگرانی دنیای اقتصاد را فرا گرفت. گرفتاری تازه از اینجا آغاز شد. کالای استراتژیکی به نام نفت که به دلیل شکست کشورهای عضو اوپک پلاس در کاهش تولید با تلاطمی جدی روبرو شد. قیمت نفت در دو روز اخیر به شکل ناگهانی سقوطی آزاد را تجربه کرد و بهای بعضی از انواع شاخص نفت مانند نفت برنت به نزدیکی بشکه 30 دلار هم رسید، ضربه‌ای که در مجموع موجب شد تا حدود 30% از قیمت نفت در جهان کاسته شود. امروز وقتی بازارهای بورس در آسیا باز شدند، حتی بدون بحران قیمت نفت هم انتظار روز خوبی وجود نداشت. نگرانی ناشی از شیوع کرونا و ضربه‌ای که به اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد چین زده موجب شده تا بازارهای سهام هفته‌های سختی را سپری کنند. در نهایت سقوط نفت کار را از همانی که بود هم خرابتر کرد. در ژاپن سهام 5% و در استرالیا 7.5% سقوط کرد که بیشترین سقوط این بازارها در یک روز از سال 2008 تا کنون بوده. همین وضعیت در بازارهای مهم کشورهای منطقه خلیج فارس هم ادامه یافت. و در نهایت در اروپا وضعیت به گونه‌ای شد که وقتی بازار لندن باز شد، شاخص سهام در نخستین دقایق حدود 8% پایین رفت. نگاهی به قیمت شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که مثلا شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بی پی یا شل حدود 15% ارزششان را از دست دادند. یا ابرگروه‌های بی اچ پی و انگلو امریکن که صاحب صدها معدن در جهان هستند، حالا 10% کمتر می‌ارزند. دویچه بانک، یکی از نهادهای مهم مالی اروپا، 12% از ارزشش را از دست داد و سهام مرسدس بنز، قول خودروسازی آلمانی، 10% کاهش یافت. پرسش بزرگی که کارشناسان اقتصادی با آن روبرو هستند این است که چرا چنین وضعیتی به وجود آمد و این سقوط تا کجا ادامه می‌یابد؟
سقوط قیمت نفت دلیل وحشتی در سراسر بازارهای مالی شده. اوپک و روسیه نتوانستن بر سر کاهش تولید نفت به توافق برسند، به همین دلیل این اتفاق رخ داد. عربستان تصمیم گرفت تولیدش را افزایش دهد، آن هم درست در زمانی که مقدار زیادی نفت در بازار موجود است و تقاضایی هم برای این نفت وجود ندارد. به همین دلیل قطعاً ارزش نفت باز هم کمتر خواهد شد. ظاهراً حالا کلید معما اینجاست، در ریاض و در دست حاکمان عربستان. آیا آنها با مسکو به توافق خواهند رسید؟ آنها تا کجا می توانند با قیمت پایین نفت بسازند و به بحران جدی بر نخورند؟ پاسخهای این سوالات نقشی تعیین کننده در روزها و ماهای آینده در بازار نفت خواهند داشت. کیوان حسینی، بی بی سی. بحران شیوع کرونا اوضاع ایتالیا را هم به هم ریخته. مقام‌ها از دیروز شمال این کشور را تحت قرنطینه گذاشتند، اما نتونستند مانع از خروج هزاران نفر از مناطق شمالی به جنوب کشور بشن. در بعضی از زندان‌ها هم شورش شده. ایتالیا یکی از قطب‌های گردشگری اروپا است که به علت شیوع کرونا به حالت رکود در آمده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای ایتالیایی‌ها این صحنه‌های کابوس است. مردی 63 ساله قربانی کرونا شده. تدابیری که برای مهار این ویروس به کار گرفته شده از زمان جنگ جهانی دوم سابقه ندارد. میلان مرکز مالی ایتالیاست. در اینجا سوت و کور مثل 14 استان دیگر. یک چهارم جمعیت ایتالیا در قرنطینه‌اند. سفر به میلان محدود شده و رفت آمد به داخل شهر تقریبا متوقف. از مدرسه و سینما گرفته تا دیسکو و دانشگاه همه تعطیلند. نخست وزیر ایتالیا از یک بحران سخن می‌راند. این وضعیت اضطراری است. یک وضعیت اضطراری ملی و ما در حال اتخاذ تدابیر مناسب با هوشیاری تمام هستیم. ونیز که به عنوان تاج گردشگری ایتالیا بزرگترین منبع درآمدهای توریستی این کشور بود، از رونق افتاده. گزارش‌های رسیده از ایتالیا حاکی است که 6 زندانی در شورش زندانیان این کشور کشته شدند. شورش حالا مهار شده. اعتراض زندانیان به محدودیت‌هایی بود که مسئولان برای دیدار آنها با خانواده‌هایشان در جهت مهار ویروس اعمال کرده بودند. ویروس کرونا سنت‌های هزار ساله را هم دگرگون کرده. در واتیکان پاپ پیام هفتگی خود را از طریق ویدیو داد. مخاطبان چندانی هم در میدان نبودند. مخاطبانی که می‌دانند دعاهایشان برای عبور از دوران بلا به این زودی ها مستجاب نخواهد شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.